درود میکران پاینده ایران این آقای سیفی مازندرانی رو من جدیدن پیدا کردم و توی قوم خیلی هم برو بیا داره یه اعتراف جالبی میکنه و میگه که به خاطر توی سخرانی 18 دی ماه 402 میگه به ما اومدن تذکر دادن که به خاطر مسئله انتخابات فعلا زیاد روی هجاب مانو ندید ببینید این اعتراف ها از زبان خودشون مهمه اینه یعنی بچه مذهبی رو باید ببینن بگو آقای سیفی مازندرانی عیزم بفرمایید زر بزنید 6 ثانیه این عکس نی... اولشه عکس ثانیه طرز فکری در میان بسیاری خیلی, خیلی ها شاید اکثریت مخصوصی در میان بعضی خیلی مسئولین ممکن این باشه که برای اینکه انتخابات فعلا آسیب نبینه ما از اون رسالت ادای رسالت الهی با صرف نظر بکنیم خیلی نکته مهمیه میگه اکثریت که بخششون به اکثریت اولا هم جامعه مذهبی هم اکثریت مسئولین میگن برای که انتخابات آسیب نمینه ما باید از فرایز اسلامی و الهی صرف نظر کنیم یعنی چی؟ یعنی این نظام به خوبی میدونه مردم ایران ضد اسلامن به خوبی میدونه قوانین اسلامی و احکام اسلامی دافعه داره و برای جذب برای انتخابات نمیخوان که الان بر تبل دافعه احکام شر، شرعی بکوبن حجاب نماز اینا اینا همه دافعه داره ببین این خیلی نکته مهمیه یعنی اه اه اونجایی که خامنه ای و اینا میان میگن که من قاطبه مردم عاشق اسلامن میدونه داره چرن میگه در پشت صحنه به قول آقای سیفی مازندرانی اکثریت قریب به اتفاق مسئولین نظام و بدنه اجتماعی مذهبی به خوبی میدونم مردم از این اسلام متنفرن این خیلی اتفاق مهمی است اعترافات جالبی است ما با یه مش مریض طرفیم پس رسالت نبی مکرم را که در واقع تبلیغ دین خدا بوده و اقامه دین الهی بوده و امر معروف بوده و نهی از منکر بوده الان شما میبینید که مسئله کشف هجاب بسیار شدت گرفته یا نبودی یا اگه بود بسیار کم بود و بعد شدت گرفته خب تا, تا اینجایی که بابا میگفتن نه آقا بیه جا بیا کنترل شده اینا حالا حرفا خیلی جالبه میگه حالا قبلا کم بود یا نبود ولی الان شدت گرفته قضیه کشف هجاب شدت گرفته حالا من فارغ از این حرفها خود من هر روز دارم چند ساعت یعنی روی تلویزیون بعد وقتی نگاهی میکنم به کارام میکنم اگه کسی تلویزیون نگاه گفتم خیابونه ایران نگاه میکنم به صورت جدی واقعا در سنگر هجاب اینا یک بازی بزرگی رو باختن خیلی بد باختن بسیار بسیار خبر میارن که در همین قم ما دیدیم فراوان مکشفه کام است. یا خودش نمی میگه در همین قوم مکشفه محض پر در قوم که اش آل محمد هست در قوم تازه و الله مسل علی دانا و آل دانا خب مرکز ثقل معارف اهل بیت علیه السلام در جهان تشیع هست حالا تا چه رسد به شهرها و جاهای دیگه که واویلاست خب یه شهرهای دیگه وای ویلاس <applause> ببین عملش تونه سر داستان زن زندگی آزادی تو 18 ماه پیش اینا هی در مرحله انکار بودن و نه یه تعداد اقلیتی هن آنچنان نیست هی داریم میریم جلو اول زربر خورده بودن تو گفتم اون موقع مثل مادری که بچهش فوت شده نمیخواد قبول کنه اینا نمیتونستن حزمش بکنن حالا دارن یواش یواش از شک اول حادثه شک ابتدای حادثه در میان و واقعیت دارن میبینن نه آقا واقعا همه ضد اسلامن واقعا همه کشف هجابن <applause> آیا ما به خاطر اینکه مسئله انتخابات است به اینا نباید تذکر بدیم نباید حرکاتی داشته باشیم این فکر فکر غلطیه <applause> چون اگر این فکر باشه در واقع ما خود... خدا رو انکار کردیم مگر خدا تعالی نفرمود ان تنصر الله ينصركم یا ثبت اقدامكم چه نصرتی بالاتر با که ما بخوایم که دین الهی رو اقامه بکنیم امر معروف نه از منکر بکنیم و اگر این کار رو کردیم با دست خدا تعالی نصرت رو متوقع داشته باشیم اگر ما نصرت نکردیم دین خدا رو مگر ما معتقد این نیستیم که این انقلاب رو خدا تعالی یادی کرد نیمه شب همه در خواب تا امام راهل لکن در صحرای تبس چه خدا تعالی بر سر اون آمریکایی که چیکار می‌خواستن بکنن و و و بسیاری از نقاط عطف این انقلاب مقاطع مهم این انقلاب که خدای تعالی دفع فتنه ها و مخصوصا مثل فتنه های 88 و امثال ذالک فتنه اون مدعی, مدعی قائم مقام رهبری خب ببین این با همیشه رو گفتم دیگه ندید بدید وقتی که به خودش بدید واقعا برید یعنی همین این حکایت جریان شیعه گراست این بخش آخر صحبتش خیلی مهمه وقتی میخواد بگه که ما باید نصرت بدیم مثلا دین خدا رو یعنی اقامه کنیم و اینجور چیزها یعنی نصرت بدیم یعنی اجابت بکنیم این دین مسخره الله عقدهای رو یه نکته رو اشاره میکنه میگه مگه آمریکا اومد مثلا توی داستان تبس مثلا تو طوفان نکرد مگه ما توی سال سالهایی که حکومت داریم از فتنه 88 و غیره و غیره و غیره مگه سلامت نرفتیم و این به خاطری ای که ما اجابت کردیم دین خدا رو الان هم سر حجاب بعد امر به معروف کنی ذهنه کوچک است دیگه حالا خدا رو شکر که اینا ببین مثلا یه زمانی بوده در دوران ساسانی 400 سال مثلا شاهان ساسانی حکومت کردن بعد از 400 سال خب این چقدر مثلا اونجا تون داستان ها های عظیمی چون مانی بوده فتنه عظیمی چون مزدک بوده یعنی اینا رو بر پشت سر گذرونده بودن بعد تازه درگیری و فتنه های بزرگتر و خود خسرو پرویز اشتباهات و فتنه های دو زن گرفتن مسیحی توسط خسرو بوده بعد درگیری سنگینی سنگین خسرو پرویز با بهرام چوبین بوده یعنی همه این چیزا که هر کدوم اصلا در اون لولی که ما در ساسانیان داشتیم هنوز در جمهوری اسلامی به جز یه نمونه های از زن زندگی آزادی که خیلی باز پایین از اتفاق مزدک و مانی و درگیری خسرو پرویز و بهرام چوبین و اینا هست بعد اون مثلا 400 سال عمر کرده حالا اونجا اگه در اون حکومت یکی بیاد بگه که آقا ما همه فتنه داشتیم فلان داشتیم رد کردیم خب 400 سال حکومت کرده ولی اینا نگاه کنیم مثلا در خود حقامنشی ها 280 سال حکومت کرده اشکانیان 420 سال حکومت کرده و در این دور آینه این اینا هنوز به اندازه ناصر دین شاه زنباره هنوز جمهوری اسلامی عم نداره اندازه تکرار میکنم ناصرالدین شاه زنباره که اندازه موای سر بنده زنان حرم سراش بوده کلیت این جمهوری اسلامی عم نداره جمهوری اسلامی چند سالشه پنج سالشه دیگه خب ناصرالدین شاه چقدر عم کرده حکومتش نه خود شخص خودش حکومت ناصرالدین نه که کل قاجار نه 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 ناصرالدین شاه 50 سال حکومت کرده حالا اون مثالی که ابتدا گفتم ندید بدید وقتی که به خودش بدید برید الان فهمیدید یعنی چی یعنی حکایت اینا عزیزم شما مگه حکومتی آنچنان کردید که هی میگی ما اینو رد کردیم اون کل امکانات کشور دستت بوده اینکه بر یک سری مردم بیدفاع فائق اومدی هنر کردی این جایش چند بار بیاد تو رو تحقیرت کنه بابا در پونزه تا تروریستش تو ست تا شهر پونزه ساعت منترتون کردن به اندازه که شما از اونا کشتید اونا از شما کشتن تا تو از اونا نکشتی اونا خودشون اومدن جلیقه انفجاریشون رو زدن تو اینکه تونستی در یک زمان کوتاه از نظر تاریخی 45 سال عمری نیستش برای یه حکومت در یک عمر کوتاه سیاسی 45 ساله بر مردم بیدفاع تونستی چشم زن و بچه های مردم رو کور کنی مردم رو بزنی فکر میکنی بابت نصرت بخشید به اسلامت بوده دین خدات بوده بهزا یه خورده حداقل یه ده 15 سال از حکومت آقای ناصرالدین شاه مثلا بیشتر حکومت بکنی بعد بیا رجز بخون خب اینم ولی جالب بود که برگشت گفتش که ما جلومون رو میگیرن که برای انتخابات زیار احکام اسلامی رو بیان نکنیم یعنی خب اینجا یه اعترافی است دیگه حکومت و قاطبه ای از حکومت به قول آقای سیفی مازندرانی میدانند که احکام اسلامی برای مردم بیارزش است و دافعه دارد برای مردم ما همینو میخوایم این اعترافات رو باید برجسته کرد پاینده ایران و بدرود